سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 23 ماه اسفند سال 1339 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه آگوست سال 2010 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر از کشور. زخمی شدن نزدیک به 70 تن در نتیجه زد و خورد میان کوچان و هزارگان. اظهارات لوی سارنمال درباره روند آزادسازی زندانیان طالب. و تاکید واشنگتن بر افزایش فشارها بر طالبان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در زد و خوردها میان کوچان و هزارگان هزار دو طرف سه تن کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس کابل در این رویداد 24 پلیس نیز زخم برداشتند و یک پلیس کشته شده است. در این حال شمار از باشندگان کوته سنگی میگویند که به نتیجه تظاهرات در غرب کابل بسیاری از دکانها به تاراج رفتند. راه پیمایی هزارگان دیروز به دنبال درگیری ها میان کوچیان و هزارگان از دشت برچی آغاز شد و به کوته سنگی انجامید. گفته می شود که در این رویداد بسیاری از شیشه های دکان ها و مراکز تجارتی شکسته شدند و مال های آنها به تاراج رفتند. در این میان پاسگاه های پلیس در دشت برچی و چوک پل سوختن نیز از سوی تظاهر کنندگان آتش زده شدند و در حال حاضر دکان ها و مراکز تجارتی در کوته سنگی بسته هستند. تنش هایی که میان کوچی ها و هزاره ها دیروز در مربوطات دارلمان در تپه قروق حوزه 13 پلیس در شهر کابل رخ داد منجر به راهپیمایی های از هزاره ها در بخش های غرب از کابل گردید. گفته می شود این راهپیمایی برج و مرج انجامیدند و باعث زیان های مالی و جانی هم شدند. ندیدیم که چه رقم مظاهره بود، نفراش معلوم نبود، کلش یک گله بود و فایر بازی بود و آمد دکان های مردم کرد مرمی زد و قلفایش از زدن و انواریایش از زدن. مال کی چور شده؟ مال از کراچوان چور شده، از مردم غریب چور شده. موبایل فروش ها میگه مالای ما یک موبایل های ما چور شد. دکان ها در گرفتن، در خانه های مردم ریختن. با این همه بر علاوه دکان ها و مراکز تجارتی تظاهر کنندگان به یک شفاخانه خصوصی نیز هجوم بردند. این هم یکی از شفاخانه های خصوصی در غرب کابل است که پس از تنش ها میان کوچی ها و هزاره ها راهپیما کنندگان داخل این شفاخانه شدند. مالکان این شفاخانه ادعا دارند که راهپیما کنندگان وسایل پزشکی این شفاخانه را با خودشان بردند و هم میده کردند. با گفته مسئولان این شفاخانه تظاهر کنندگان بیماران را نیز آزار و اذیت کردند و به این شفاخانه خسارات انگفتی را رسانیدند. مریضای چی داشتیم؟ هپریشن داشتیم. از داخل شکمشان تا سنده کشیدن. و بعد تخریبات که شما میبینین څه صورت گرفتم ولې سامان ټول ولې د څه مات کړی دي او څه ولې دي او د لار بترا سامان او ډیر تقریبا موږ ته یو لک شل زره تر خل یو لک ډیر زره ډالر پر موږ ته ستوان رسیدلی ده. در همین حال اتاق تجارت نیز از این رویداد ابراز نگرانی میکند. جبانه تفرقه او سیاسی لاسوهنه زیاد شي د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا د ملک او د وطن په ګټه خبره نه ده، نه تنها چې د ملک او د وطن په ګټه نه ده بلکې د اقتصاد په ګټه نه ده، د سرمایدار په ګټه نه ده. دا د سرمایدارۍ په وده کې منفي تاثیر کوي. با این حال پلیس کابل میگوید که در نتیجه این تنش ها 3 تن از کوچیان و هزارگان کشته شدند و 30 تن زخمی شدند و نیز در این رویداد 24 پلیس زخم برداشتند و یک پلیس کشته شده است. با گفته پلیس در این رویداد 19 تن بازداشت شدند و بررسی ها جریان دارند. خشونت به جای کشانده شد که تا به در گرفتن پوسته های پلیس و سرانجام مال مردم و داروی عامه و بیت المال در این قسمت انجامید. این زده خوردها در حال میان کوچیان و هزارگان در کابل صورت می گیرند که پیش از این نیز اختلاف های میان هر دو طرف در ولایت میدان بردک وجود داشتند. هرچند حکومت برای حل این مشکل تلاشهایی را انجام داده است، اما هنوز هم به نظر می رسد که این معضل حل نشده باقی مانده است. در این حال سازمان ملل متحد از درگیری ها میان کوچی ها و هزاره ها در غرب کابل نگرانی می کند و از هر دو طرف درگیر می خواهد تا از خشونت دست بردارند. در این حال رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گوید که در رویداد دیروز نیروهای پلیس در برابر تظاهر کنندگان اقدامندانه عمل کردند. محمد محقق خرابکاری های تظاهر کنندگان را یک عمل غیر منطقی می داند و می گوید که حکومت برای حل این مشکل در مرحله نخست اقدام جدی نکرده است.
سازمان ملل متحد از تلفات و خسارات وارده بر باشندگان محل و دو طرف درگیری نگرانی می کند. ملل متحد از طرفین منازعه تقاضای خودداری و قطع خشونت و حفظ نظم را می نماید. همچنان ملل متحد مسئله جمعیت خود بر طرفین جهت کمک به قطع منازعه پیشکش می کند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان رویداد دیروز را خونین و فاجعه بار می داند و می گوید که این تظاهر کنندگان را شماره از افراد برای بهره برداری به سود خودشان تحریک کردند. آقای محقق می افزاید که ممکن این رویداد جنبه سیاسی داشته باشد. دی وقتا خونو کمپاین هم هستن کدام تعداد آدم های فریب کار مغلط پیدا شدن که مردم عام فریب دادن که بین ما شما را زمین تقسیم میدامنی که رفتن موسای قبرستانی و همونجا را کلن خداندازی کردن که زمین تقسیم میکنن. خودشان یک بیست و زمین همونجا ندار. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دولت را در جلوگیری از این رویداد ناتوان و خواب رفته میگوید. یک تعداد زیادی هم مردم خساره من شدن. دیگر جاده شهید مزاری زمین چوک پلیس وقته تا آخر شاهدی حوادث تلخی بود. دکانهای مردم ششویشان شکسته شدن، موتورشان خراب شدن، بعضی کاندیده ها را اکسویشان پایین کردن، احانت کردن. یک عمل کاملا غیر منطقی و غیر یعنی انسانی بود. در همین حال رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی این رویداد کمیسیون را از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی تعیین کرده است. آقای کرزی به مسئولان این کمیسیون دستور داده است تا در مدت 3 روز چگونگی این رویداد را بررسی کنند و نتایج بررسی هایشان را به ریاست جمهوری گزارش بدهند. برخوردهای دوگانه نیروی امنیتی با رویدادها افغانستان را به سوی جنگهای داخلی خواهد برد. شمار از آگاهان با اظهار مطلب برخورد مقامات امنیتی را درباره خشونت‌های مسلحانه میان کوچیان و هزاره‌ها سخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که نیروهای امنیتی در این رویداد برخورد دوگانه داشتند. شمار از آگاهان مقام‌های امنیتی را در جلوگیری از برخوردهای خشونت‌آمیز ناتوان می‌دانند. این آگاهان می‌گویند که اگر شورش به میان آید، پلیس باید از پیشرفت چنین رویدادها جلوگیری کند. افغانستان یکی دری تلفی است و دری تنظیم‌های جهادی در ساختار ازی وجود داره، همچنان قومی هم وجود داره. اگر دولت مرکزی افغانستان تدابیر جدی نگیرن، ما به می نظر استم که شاید عواقب خیلی ناگوار داشته باشه. اما شمار دیگر از آگاهان حکومت را ائتلافی می‌دانند و می‌گویند که وجود مصلحت‌ها در تطبیق قوانین برخوردهای قومی را به وجود آورده‌اند. موظف خدمات عامه که پلیس هم جزش است یا تأسیسات عامه اقدام می‌کنه و علیه او قرار می‌گیره، حیثیت بلوا و حیثیت بغاوت علیه نظام داره و در این حالت قانون شدید گفتن. این آگاهان تأکید می‌ورزند که اگر مقام‌های امنیتی به گونه جدی از رویدادها جلوگیری نکنند، شهر کابل شاهد بحران خواهد بود. این آگاهان می‌گویند که در پشت این رویدادها گروه‌هایی هستند که چنین رویدادها را برای رسیدن به اهداف سیاسیشان دامن می‌زنند. در 2 رویداد جداگانه در ولایت خوست صبح امروز 13 تن کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. در رویداد نخست که درگیری میان دو قوم بود، 10 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. و در رویداد دوم که فرود آمدن یک موشک بر یک خانه بود، 3 کودک جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. در درگیری 3 ساعته میان دو قوم بر سر زمین در ولایت خوست، 10 تن کشته شدند. سخنگوی ولی این ولایت میگوید که این درگیری در حوالی ساعت 6 صبح امروز در این ولسوالی میان قوم های ایدرخیل و ورزه رخ داد که 7 تن از قوم ایدرخیل و 3 تن از قوم ورزه کشته شدند و 15 تن دیگر از هر دو قوم زخم برداشتند. در یک رویداد دیگر در منطقه صحرا باغ مرکزی این ولایت صبح امروز 3 کودک در نتیجه فرود آمدن یک موشک بر یک خانه کشته شدند و 3 تن دیگر به شمول یک زن در این رویداد زخم برداشتند. یو توغندای رول په سره بوخ کی ولګیدو معلومات نشته د بل رول په کور کی ولګیدو داس کی وړګی جلکای چې تاسو نو سدی وړ جلکای وو چې دا کی درې ما شمون وو چې وکلونه او ستر عمرینه وو
ایواز زنانه و آز زخمی شویده بلایش زخمی شویده هی معلومات مونگ تنیش تا بزور تای واریدی. در این حال دفتر رسانه های آیساف میگوید که هدف این موشک پایگاه آنان بوده است و دو موشک دیگر نیز در بیرون از پایگاه آنان اصابت کردند. از آغاز روند آزادسازی زندانیان طالب تا کنون هیچ تغییری در روش گروه طالبان دیده نشده است. لایسارنوال با اظهار مطلب میگوید که بر بنیاد پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح و فرمان رئیس جمهور تا کنون شمار از زندانیان طالب که از بند آزاد شدند اما هیچ تغییری در روش آنان به میان نیامده است. در سومین مرحله آزادسازی زندانیانی که به اتهام پیوند داشتن با گروه های حراس افغان زندانی شدند 14 زندانی از بند رها شدند. بعد از یک موضوع آینده است ممکن نشود، ما تا حال ندیدیم، اگر شود بس به نام مجرم متکرر بس یار میگیریم، اما پیش از وقوع جرم نمیتون که ما را به امرای یک معامله علیحدہ جزایی شود. از این خاطر یا نادیه من بودن و چند وقتی که در محبس تیر کردن و امیدواری است که یا باز پس در سپور مخالفین نپیوندن. در همین حال شماری از آزاد شدگان ادعا می کنند که آنان بدون داشتن جرم مشخص مدت درازی در بند بودن. دول اسمی هشته می تیره کرده او تروس ما بند گوانه ثبوت هم نداشته او زه برات شوایم یم که دبل پر نامه گیر کردم و سی کمیسون بودی دا خبر ثابت است لشی دا آغا سلیه نده اله کردم حساب کتاب نخبر نیم مگه چه شی اطلاع در کرده. لوی سارنوالی می گوید که تا کنون بیش از 300 زندانی آزاد شدند و انتظار می رود که روند آزادسازی آن زندانیانی که جرمهایشان ثابت نشدند ادامه یابد.